سلام سلام، حال دلتون خوب؟ این یه تارت خرمای خیلی خیلی خوشمزه است. بریم با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. موادی که ما لازم داریم: کنجد آسیاب شده هست، خرمای هسته شده هست و مغز گردو. ما میخوایم با این سه تا مواد یک تارت خرمای بسیار بسیار خوشمزه و مقوی رو درست کنیم. بریم سراغ شروع کارمون. خب، خرما رو ما ببخشید گردو رو پوست میکنیم و مغز اون رو در میاریم. در اینجا هم کنجد رو آسیاب میکنیم. من کنجد رو با پوست آسیاب میکنم که هم خاصیت بیشتری داره و طعم بهتری داره. ببینید طعم تازه و عطر خوبی داره وقتی که کنجد رو شما با پوست آسیاب کنید. این هم گردوی مغز شده هست که باید اون رو آسیاب کنم. خرماهای ما هم هسته شده. بریم سراغ آسیاب کردن مغز گردو. مغز گردو رو هم آسیاب میکنیم به این ترتیب. الان خرمای ما هسته شده، گردوی ما آسیاب شده، کنجد هم آسیاب شده. خب، این هم از گردوی آسیاب شده. حالا میریم سراغ ترکیب مواد. حالا خرمای هسته شده رو کف یک ظرف پهن میکنیم و پودر کنجد و گردو رو به اون اضافه میکنیم و خوب برز میدیم تا خرما نرم بشه و با کل مواد ترکیب بشه. به این ترتیب پودر کنجد و خرما رو به اون اضافه میکنیم و حسابی ورز میدیم. دوباره مقداری پودر کنجد و پودر گردو رو به اون اضافه میکنیم و حسابی ورز میدیم. وقتی که حسابی مواد با هم ترکیب شدن، اونا رو میخوایم توی یک دیسه دیگه شکل بدیم. یک پلاستیکو پهن میکنیم ته یک دیس و خیلی خیلی کم سطح اونو روغن بمالید. خیلی کم. و خرما رو روی اون پهن کنید و هر شکلی که دوست داشتید در بیارید. من اول خرما رو پهن میکنم، بعد اون رو رول میکنم و با دستم شکل میدم. به این ترتیب. به
ببینید من به این ترتیب شکل میدم و بعد از شکل دادن اونو در یخچال به مدت 20 دقیقه نگهداری میکنم. در فریزر 20 دقیقه نگه میدارم. ببینید. مقداری پودر نارگیل همین الان روی اون میپاشم و اونو در فریزر نگه میدارم. بعد که از فریزر در آوردم اونو با چاقو به این ترتیب برش میدم. این از تارت خرمای ما، بسیار خوشمزه، بسیار مقوی و لذیذ. امیدوارم که این تارت خرما رو درست کنید و از خوردن اون لذت ببرید. اگر از این آموزش خوشتون اومد ما رو هم لایک کنید، سابسکرایب کنید تا از آموزش‌های آسون، ساده و کم هزینه ما جا نمونید. من یک ظرف میذارم و تارت خرما رو در اون میچینم به این ترتیب و اونو در یخچال نگهداری میکنم. تا یه آموزش دیگه و یه روز دیگه، روز و روزگار به کامتون. خدا نگهدار.